نکن، مگه نمیبینی دارم میپیچمشون؟ دخترم یه گلوله آبی بده، نخ آبی تموم شده، یخترت کن بیاد. مادر بزرگ، میشه منم ببافم؟ عزیز دلم، تو واسه این کار کوچیکی مادر. خب میخوام منم ببافم، دوست دارم قلی زودتر تموم بشه. این تیغو میبینی؟ خیلی تیز و خطرناکه، ممکنه دستو زخمی کنه. بزرگتر که شدی خودم یادت میدم. حالا برو به کارت جونم. ای وای خرگوش، مگه دستم بهت نرسه؟ بیاین مادر بزرگ، یه چایی کاکوتی بخورین، خستگیتون در میره. تو هم خسته نباشی دخترم. ممنون مادر، دست پنجول درد نکنه قربون قده. ببین مامان، از تو بین همه زحمت کشیدم، این خرگوشه همشو خراب کرده. کجایی بابا جان، بی بی جان، گلنار، مردم. آخ آخ آی سلام. سلام پدر بزرگ. سلام بابا جان. خسته نباشین پدر جون، بفرمایین چایی بخوری. به به، عجب بوی خاکوتی بلند شده. این خرگوش ناقله رو ندیدین بابا بزرگ؟ چرا، همین الان از در حیاط رفت بیرون میدوید. دست درد نکنه، هنوز هیزم و سنور داشتیم، چرا اینقدر زحمت کشیدی حاج خان؟ این هیزوما رو آوردم تا برای رزمندان نون درست کنیم، نونای خوشمزه عزیزم. برای رزمندی ها؟ مگه خودشون نمیتونن نون درست کنن؟ چرا دخترم، قرار مردم ده ما هرچی که میتونن به رزمنده ها کمک کنن. منم به نظرم رسید براشون نون درست کنیم و بفرستیم نوشه جون کنن. فکر خیلی خوبیه، خمیرشو من خودم آماده میکنم حاجی. مردم کمکاشونو توی روستا جمع میکنن و از اونجا میفرستن به شهر نخلا. بچه ها میتونن کمک کنن؟ آره دخترم، چرا که نه. آخه من هر وقت میخوام کمک کنم، مامان بزرگ به من میگه تو هنوز کوچیکی. که با مجه. اول من میگم، اون دفعه تو اول خبرو گفتی، این دفعه نوبت منه، من میگم. کجا؟ کجا؟ بازم خبری شده با ما بی خبریم؟ باید زودتر بریم، مردم روستا. مگه قرار نشد من بگم؟ اگه میخوای بدونی دنبال ما بیا، بیا کمک کن، باید زودتر بریم، بیا دیگه باد. باشه بریم. بلشت آخی. سلام کبوس سلام، آب میخوای؟ معلومه تشنه‌تونی. نه آب نمیخوای، آب نمیخوای. آه فهمیدم، گرسنه‌تونه، الان میرم براتون گندم میارم. نه گرسنه‌مونم نیست، نمیخواد بری. نه اگه یه لحظه حرف نزنی ها بهت میگی. خب بگین دیگه. مردم روستا دارن، مردم من باید بگم، مردم روستا دارن برای رزمنده ها کمک جمع میکنن. آره کمک جمع میکنن تا براشون بفرستن شهر نخل ها. آخ جون، یعنی برای بابای من؟ بله برای بابای تو، بقیه رزمنده ها میخوان خوراکی بفرستن. یعنی منم میتونم برای بابام چیزی بفرستم؟ بله که میتونی. چیه دخترم، چرا سطل آبو انداختی تو چاه آخه ها؟ مامان مامان، مردم میخوان برای بابا چیزی بفرستن، من میخوام اون کاسه آشو که دیروز نگه داشتم و براش بفرستم. مامانی میشه؟ نه دخترم، اونو نمیشه فرستاد. حالا بیا کنار من، من آب بکشم تا نهار امروزو درست کنی. از دست تو دختر شیطون، نمیفهمم چه میکنم. خال خالی بیا دیگه، خستم کردی، بیا دیگه. بابا این چرا اینجوری میکنی؟
بفرستمت یه جای خوب. چی کار میکنه گلنار؟ چرا خال خالی رو از طویل آورده بیرون مادر؟ اذیت نکن زبون بسته رو. اذیتش نمی کنم، میخوام آمادش کنم بفرستمش سرزمین نخلا. وا اینو باز چی بفرستی آخه؟ میخوام بفرستمش اونجا تا رزمنده ها رو صبح شیره جوزه بخوره. مگه شما نمیگین شیر خیلی مفیده؟ مادر جون من گفتم شیر مفیده، ولی نمیشه این حیوانو فرستاد اونجا. برای رزمنده ها شیر بسته بندی شده میبرن. خب پس من چجوری کمک کنم؟ کنار تنورم که نمیذارین وایسم کمک کنم. چرا دخترم، برو سفره رو از تو خونه بیار، نونا رو بذاریم توش خوش نشه مادر. برو برو جون دلم برو. باشه. نکن دختر باید تا فردا تمومش کنه. خب من حوصله‌ام سر رفته، منم میخوام به رزمنده کمک کنم دیگه. تو اگه همینطور آروم بشینی تا من کارامو بکنم کمک کردی مادر جون. تو نمیتونی، من دارم برای رزمنده ها دستکش میبافم تا زمستون دستاشون یخ نکنه. تا الان پاشو برو برای مرغا دونه بریز که حیوانیا گشنن. به نظر شما من برای بابام چی بفرستم؟ سلام، خسته نباشید. خدا قوت. سلام. خیلی ممنون، شما هم خسته نباشین عزیزم. ممنون. ببینم شما هم دارین برای رزمنده ها چیز آماده میکنی هاش خانم. آره ما کلی نون پختیم براشون، شما چی کار کردی؟ خب راستش من دارم براشون دستکش میبافم، میخوام چند تا شیشه مربام براشون درست کنم که نوش جون کنن. گلنار تو هم داری برای رزمنده ها کمک میکنی؟ آره. نه من نمیدونم باید چی کار کنم. من یه فکری به ذهنم رسیده، بیا بریم بهت بگم. بیا باید. باشه بریم. به 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 به، چه مرباهایی میشن. به به، ان شاءالله خوب میشه. این چه سر و وضعیه برای خودتون درست کردین؟ این زبون بسته ها رو برای چی گرفتی مادر جون؟ چیزه، ما بالاخره فهمیدیم چی برای رزمنده ها بفرستیم. بابا خیلی مرغ دوست داره، خودم دیدم وقتی هنوز نرفته بود تو جنگ داشتا هر رو تخمه مرغ میخوردش. باور کنی خودم دیدم عزیزم. تازه میتونن نیمرو با املتم بخورن. قربون شما دوتا دختر گلم برم که به فکر رزمنده ها هستی، ولی مادر جون این زبون بسته ها رو که نمیشه فرستاد اونجا. قربون قدتون. برای چی؟ آخه اونجا میدون جنگه، پر از نیرو و تفنگه، این حیوانا کشته میشن. خب اشکالی نداره، میتونن کلا مرغم بخورن مامانی. خب شما نمیذارین که ما کمکتون کنیم. حتی اول بذارین اونا رو براتون ریسک کنیم. خب باشه. نه دخترم خطرناکه، ممکنه دستتون خدایی نکرده بریده بشه مادر جون. ای وای گلار داره بیادش. سلام. من نمیخواستم گلای نخو قاطی کنم، خودشو قاطی شدن باور کن. الانه کارید ندارم، نترس. ببینم چی شده، تو درد سر افتادین؟ نه ولی ما دوتا
سنترال نمیدونیم چطوری برای رزمنده ها کمک کنیم، چی براشون بفرستیم؟ براشون گل جمع کنین، گلای قشنگ بفرستین تا دلشون باز بشه. نه نمیشه، مگه نمیبینین هوا گرمه، گلا پلاسیده میشن تا اونجا برسن. پس ما چی کار کنیم آخه؟ آره، آها فهمیدم، ما برای رزمنده ها گردو جمع میکنیم. ما هم بهتون کمک میکنیم. چجوری؟ نگاه کن اینجوری. منم بهتون کمک میکنم. اینم از این داره تمام میشه. جون و دلای من. آفرین دخترای گلم، ولی دختر امینا گردوی تازه است، نمیشه فرستاد. تو رو خدا دیگه نگین اینا رو هم نمیشه فرستاد. نگران نباش، اینا رو پهن میکنم تو آفتاب تا پوستشون خشک بشه. از گردوهای خودمون که آماده است براشون میفرستیم. اینجوری شما هم به آرزوتون میرسیم. این دفعه شما دوتا دختر گلم باس به ما کمک کنید. جون، ما باید چی کار کنیم ها؟ بذارین روی سنگو با یه ضربه آهسته با سنگ دیگه پوستشو بشکنی. ضربه باید آهسته باشه تا پوستش بشکنه. من چی کار کنم؟ تو هم دخترم، مغزای گردو رو از داخل پوستشون در بیار. وقتی اینا رو بفرستیم جبهه، رزمنده هامون با سپونشون میخورن. شونه یواش نریزه، زحمت کشیده شیشانش به به. دخترای گل دست شما درد نکنه. اینا رو بدین رزمنده ها با نون و پنیر سپونه بخورن. چشم، حتما، خیلی هم خوشمزه میشه، مقوی هم هست. به روی چشم، حتما خیلی خوشحال میشه. خداحافظ.